آیا ابو جهل معنای لا اله الا الله رو میدونست؟ آیا ابو جهل میدونه یا نه؟ میدونه؟ میدونه. شیخ محمد بن عبدالوهاب میفرماید خدا آن کسی را خار کند که ابو جهل از او بهتر اصل اسلام رو درک کرده. یعنی ابو جهل که کافر بود، اصل رئیس کفار بود، معنای اصل اسلام رو بدونه و یه مسلمون ندونه؟ کی معنای لا اله الا الله رو میدونه؟ نذارید ابو جهل از شما عالم تر باشه. بله شما، شما برادر، هیچ معبود بر حقی به جز الله نیست. خب اگه شخصی بگه لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی به جز الله نیست، آیا صحیحه یا اینکه اشتباهه؟ کی میگه صحیحه؟ هیچ معبودی به جز الله نیست، درسته؟ نه نه، ما در درس علمی هستیم، درسته یا اشتباهه؟ نه فقط اشتباهه، بلکه این باطلترین باطله. چون اگه شخصی بگه هیچ معبودی به جز الله نیست، یعنی هر چیزی که عبادت بشه اللهه، یعنی کسی که داره بت پرستی میکنه داره اللهو میپرسته. چرا در معنی لا اله الا الله باید بگوییم هیچ معبود بر حقی به جز الله نیست؟ تا اینکه تمام معبودات غیر الله رو رد کرده باشیم و آنچه که ایمان داریم رو ثابت کنیم. لا اله الا الله دو رکن دارد، کفر و ایمان، نفی و اثبات. نفی و اثبات، این دو رکن کلمه توحید است. وقتی میگوییم لا اله الا الله یعنی تمام معبودهای غیر الله رو نفی کرده ایم، و الا الله یعنی عبادت را برای الله اثبات کرده ایم بدون اینکه برای شریکی قائل شویم. همین. پس من بری هستم از آنچه که شما غیر از الله